سلام و خوش اومدیم به یک ویدیوی جدید. توی این ویدیو می‌خوایم با هم دیگه بریم روش رو یاد بگیریم که 100% پنالتی ها رو باهاش بگیرین و برای همیشه دروازه‌تون رو توی پنالتی بسته نگه دارین. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. لایک و سابسکرایب کانال یوتیوب فراموش نشه. بریم سراغ ویدیو. دو تا روش رایج وجود داره توی گرفتن پنالتی که قطعاً هممون یکی از اینا رو انجام دادیم. یکی از این روش‌ها گرفتن پنالتی شانسیه که زمانی که بازیکن حریف به سمت توپ حرکت می‌کنه و هنوز به توپ نرسیده، ما به دروازه‌بانمون جهت میدیم و به دروازه‌بانمون مثلا میگیم سمت راست بره یا چپ بره، که این روش خیلی به درد نمیخوره و بهش میگن روش 50-50 که این بسته به شانستون داره، میتونین توپو بگیرین و میتونین توپو نگیرین. خیلی روش به درد بخوری نیستش. اما روش دومی که وجود داره، یه سری ها صبر میکنن تا بازیکن حریف شوتشو بزنه و از جهتی که توپ داره میره میبینن که توپ داره به کدوم سمت میره و دروازه‌بانشون هم به همون سمت میبرن. این روش فقط به درد زمانی میخوره که حریف توپشو خیلی آروم شوت کنه و اگه حریف ما توپو با شدت و قدرت زیادی شوت کنه، ما تا بیام جهت توپو تشخیص بدیم توپمون رفته تو دروازه و گل شده و این روش هم روشی نیست که به دردمون بخوره و 100% بتونیم پنالتی رو باهاش بگیریم. اما بهترین روش چیه؟ بهترین روش اینه که دقیقاً زمانی که بازیکن حریف پای تکیه‌گاهشو میذاره کنار توپ، ما ببینیم که زاویه بدنی بازیکن حریف مایل به کدوم سمته. اینجا دقیقاً برعکسه، یعنی اگه بازیکن حریف زاویه بدنیش مایل بود به سمت چپ، میزنه به سمت راست دروازه، و اگه زاویه بدنیش مایل بود به سمت راست، میزنه به سمت چپ دروازه، و در آخر اگه بازیکن حریف به بدنش زاویه نداد و مایل به سمت راست یا چپ نبود، میزنه به سمت وسط دروازه. بریم با هم دیگه چند تا نمونه از این روش ببینیم تا بهتر متوجه بشیم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. قبل از اینکه ویدیو رو ترک کنید، حتما لایک ویدیو و سابسکرایب کانال یوتیوب فراموش نشه. ممنونم که تا آخر نگاه کردید. فعلا تا ویدیوهای بعدی.